اعتراضات مردمی به معرفی نشدن شهردار بامیان، معترضان خواهان کنارگیری والی این ولایت شدن. با سلام و وقت بخیر به نده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز 4 می سال 2021 میلادی هست و برابر با 14 ثور سال 1400 هجری شمسی. 2 هفته پس از تعیین محمد آصف فولادی به حیث شهردار ولایت بامیان، شماری از ساکنان این ولایت به معرفی نشدنی و از سوی والی بامیان در این مقام اعتراض کرده و خواهان برکناری آقای رحمتی از سمت ولایت بامیان شدند. واثق حسینی از برگزار کنندگان اعتراضات به روزنامه اطلاعات روز گفته است که آنان امروز سه شنبه 14 ثور در بازار شهر بامیان در اعتراض به معرفی نشدن آقای فولادی از سوی سید انور رحمتی والی این ولایت گرد همای اعتراضی و مسالمت‌آمیز را برپا کردند. اطلاعات روز به نقل از آقای حسینی گفته است که بانک رئیس جمهور غنی محمد آصف فولادی را طی حکم به عنوان شهردار ولایت بامیان تعیین کرده است، اما آقای رحمتی تاکنون او را در این سمت معرفی نکرده است. او گفت که تمرد از حکم ریاست جمهوری جرم است و بامیان والی مجرم را نمی‌خواهد. در همین حال لطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان هم به روزنامه اطلاعات روز گفته است که تاکنون هدایت معرفی محمد آصف فولادی به حیث شهردار ولایت بامیان و حکومت محلی در این ولایت از سوی مرکز ابلاغ نشده است. او گفت که آقای فولادی یک مکتوب از مرکز آورده بود، اما به تعقیب آن هدایت از مرکز آمد که تا اطلاع بعدی آقای فولادی به حیث شهردار ولایت بامیان معرفی نشود. او گفته است که هنوز از مرکز هدایت مبنی بر معرفی شدن محمد آصف فولادی به حیث شهردار ولایت بامیان بین اداره نیامده است. از این رو آنها نمی توانند که شهردار بودن آن را تایید و وی را به سمتی که آن ادعا دارد معرفی کند. محمد آصف فولادی حدود 2 هفته پیش 31 حمل به عنوان شهردار ولایت بامیان تعیین شده است. اداره مستقل ارگان‌های محلی در آن هنگام در خبرنامه گفته بود که آقای فولادی بر اساس پیشنهاد این اداره و حکم ریاست جمهوری آقای محمد اشرف غنی در این سمت گماشته شده است. اما اینکه واقعا مکتوبی از مرکز به ولایت بامیان ارسال شده است که وی معرفی نشود حقیقت دارد یا نه به کسی معلوم نیست، اما مقام‌های محلی و سخنگوی والی بامیان ظاهرا همین مورد را با رسانه‌ها شریک کرده است. او البته نگفته است که دلیل تعلل در این امر چیست و چرا دوباره مکتوب از مرکز آمده و گفته است که آقای فولادی به عنوان شهردار معرفی نشود.